توماج تاهباز خبرنگارمون در تایلند همراه میشیم. توماج، سئول چه جزئیات تازه ای از سفر آقای چوی منتشر کرده؟ از بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی شروع بکنیم که درست 2-3 ساعت پیش از اینکه من با شما صحبت بکنم منتشر شده. در این بیانیه مستقیما هیچ اشاره‌ای به اموال مسدود شده در کره جنوبی نشده، اما گفته که چوئی جونکان، معاون اول وزیر خارجه کره جنوبی، با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و سرپرست هیئت آمریکایی، همینطور با انریک مورا، هماهنگ کننده مذاکرات از سوی اروپا، و همینطور رابرت مکر، در واقع سفیر پیشین بریتانیا در ایران و نماینده بریتانیا در امور ایران، با اینها دیدار کرده و با طرف‌های اروپایی به طور کلی از نقطه نظرات و اظهارات اینا آگاه شده و در روند جریان مذاکرات قرار گرفته. باز هم به گفته وزارت خارجه کره جنوبی، سئول خواستار این هستش که طرف‌ها به طور نقش سازنده و مثبتی در گفتگوها داشته باشند، به خصوص از آن جایی که باز هم به گفته سئول مذاکرات هرچند مربوط میشه به طرف‌های برجام، اما آنچه نتیجه آن خواهد شد به کشورهای دیگر در سطح جهان نیز مربوط خواهد شد. باز هم به گفته وزارت خارجه کره جنوبی، سئول به طور فعال نقش محتمل خودش رو برای پیشبرد مذاکرات ایفا خواهد کرد. باز هم بگم وزارت خارجه کره جنوبی مستقیما به پول‌های مسدود شده اشاره‌ای نکرده، اما رسانه‌های کره جنوبی که در طول این ساعت‌ها مذاکرات و سفر آقای چوئی جونکان رو به وین بازتاب دادند، بارها به مسئله 7 میلیارد دلار تقریبا بدهی که در دو بانک اوری و بانک صنعت کره مسدود شده و تنش‌های ناشی از اون اشاره کردن. مشخص نیست آیا حضور آقای چوئی مستقیما ارتباطی داره به اینکه احتمالاً یک توافق اولیه ممکنه به آزاد شدن بخشی از این پول‌ها یا همه این اموال بیانجامه یا نه. در این مورد هم هنوز هیچ گمانه‌زنی در این سمت از جهان مطرح نشده، اما آنچه مشخص هست اینه که تقریبا در تمام این مدت‌ها که تنش‌ها بین تهران و سئول بر سر دارایی‌ها بالا گرفته بود، مقام‌های کره جنوبی پنهان نکرده بودند که علاقه چندانی به نگه داشتن این دارایی ها ندارند و در واقع بودن این دارایی ها در کره جنوبی به خاطر این هستش که ایالات متحده هنوز اجازه آزاد شدن بخشی از اون یا همه اون رو ایفا نداده، از اون جایی که بانک های کره جنوبی روابط بسیار نزدیک و در هم تنیده ای با سیستم مالی ایالات متحده دارن، کره جنوبی مستقیما در مورد آزاد کردن این دارایی ها نمیتونه تصمیمی بگیره. ممنونم توماج. همکارم توماج تاهباز از سئول.